به نام خدا و با عرض سلام به برنامه آخر خط خوش آمدید. صلح در تعلیق اما ناتو و آمریکا در تلاش خروج. آیا جنگ های بزرگ در راه است؟ در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان ظاهرا بیم و امیدها بر آینده کشور بیشتر شده است. سناریوهای پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان چگونه ریخته شده است؟ رئیس جمهور غنی امروز تاکید کرد که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تنها شکل کمک ها تغییر خواهد کرد. همین گونه حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور نیز گفته است که نظامیان آمریکایی پس از خروج کامل نیروهای نظامی کشور را از لحاظ مالی و تکنیکی پشتیبانی می کنند، اما پنتاگون میگوید که پس از خروج سربازانشان از افغانستان این کشور نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت هوایی نمی کند. با این همه احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان امروز از فعالیت تروریستی 14 کشور در افغانستان خبر داده است. او میگوید که 407 عضو گروه داعش را در افغانستان بازداشت کردند که مرتبط به 14 کشور خارجی هستند. او تاکید دارد که 60% افراد بازداشت شده داعش پاکستانی تبار هستند. آقای سراج جنگ افغانستان را جنگ منطقه و جهان میداند و گذاشتن تمام مسئولیت را به دوش نهادهای امنیتی کار درست نمیداند. آیا نیروهای امنیتی دفاعی کشور پس از خروج توان مبارزه با چندین گروه تروریستی را خواهد داشت؟ ناتو و آمریکا که 20 سال پیش برای سرکوب حراس افغانی به افغانستان آمدند، اکنون با حضور طالب، داعش، القاعده و ده‌ها گروه دیگر تروریستی در افغانستان چگونه تصمیم خروج را گرفتند؟ همه این موارد را در برنامه امشب آخر خط با مهمانانم به تحلیل می‌گیرم. مهمانان من در این برنامه آقایان عزیز استانگزی فعال سیاسی در استودیو با ما حضور دارند. آقای دکتر جاوید سنگدل پروفسور رهبریت از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند و تا لحظات بعد هم جنرال صادق شینواری آگاه نظامی در استودیو با ما میپیوندند. سلام بر شما مهمانان گرامی، بسیار زیاد خوش آمدین. آقای استانگزی، بحث را با شما آغاز میکنم. میخوایم از اینجا آغاز بکنم. حالا نیروهای بیرونی تصمیم بر خروج از افغانستان گرفتن. وضعیت افغانستان هم هر روز بدتر از پیش میشه، وضعیت امنیتیش. فکر میکنین که وضعیت افغانستان پس از اینکه تمام نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند چگونه رقم خواهد خورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست بر وای پاک شهدای افت ثور که در آن نخستین رئیس جمهور افغانستان سردار محمد داود خان با اعضای خانواده‌اش، جنرالان، افسران، اساکر و مردم ملکی شهید شدند، اعتراف دوها می نویم. و برای عمال بیگانه و وابسته به شوروی سابق آن وقت که نظام جمهوری را از بین بردن لعنت فرسته، جهنم را برایشان از خداوند می خواهم. امروز در تمام دنیا و همچنان در افغانستان از لحاظ از اینکه اساکر امریکایی یا ناتو خارج میشن، نظریات متفاوت موجود است. درست. حتی در داخل امریکا نظامیان و پنتاگون هم نظر علایده داره. کسانی که در دو مجلس اشتراک در اونجا هستن، اونا هم نظریات دارن، سیاسیون تماما. اما یک نکته را به شما به عرض برسانم. امریکایی ها 100% می براین و اینا تصمیم نهایی خروج خود و همچنان اساکر ناتو گرفتن. درست، ما شاهد هستیم. امریکا گفته بود از اول ماه می خروجشان را آغاز می کنند، تا 11 سپتامبر امسال تمام نیروهایشان به گونه کامل از افغانستان بیرون میشه. اما آقای اسکات میلر فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کردند به تاریخ 25 ماه می که اپریل که ما خروج خود را آغاز کردیم. حالا بحث هممی است، به هر وجهش حالا نیروهای بیرونی از افغانستان خارج میشن. آیا نیروهای افغانستان توان مبارزه و حراست و حفاظت را دارن؟ وضعیت چگونه رقم خواهد خورد؟ اول خروج نیروهای امریکایی مو وقتی که اینا تعیین کرده بودن معقول ساختن به یک دوره دیگه. درست. و در این مورد امو موافقتنامه را که با طالبا در دوحه امضا کرده بودن، او موافقه در اینجا نفی میشه، به خاطر از اینکه اونا چندین مراتب عدول کردن، سرکشی کردن طالبا، بالاخره امریکایی ها هم چیزی خود به تعویق انداختن. اما امروز در کل نیروهای نظامی افغانستان، هم از اردو، پلیس، امنیت ملی توانمند هستند.
از لحاظ کمیت و کثرت و ظرفیت سازی می توانند که از تمامیت ارضی و ارزش های ملی دفاع کنند. ما نمی بینیم امروز یک عسکر بیگانه را که در صفوف قوت های نظامی افغانستان عملا جنگ کند. درست، تشکر، ممنونتان. آقای سنگدل، حکومت افغانستان همواره از پشتیبانی مالی و تکنیکی صحبت کرده. امروز هم رئیس جمهور یک بار دیگر این مسئله را تاکید کرد. فکر میکنین با خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان، اونا جنگ افزارهای پیشرفتهشان را به نظامیان افغانستان بسپارن یا نه این همه فقط در سیاستهای اعلامی باقی خواهد ماند؟ سلام بر شما دوستانی که در بحث هستند و بینه های محترم شما. سپاس. ما فکر میکنم که تحلیل حکومت ما تحلیل های تخیلی است اکثریتش، به خاطر که این جنگ جنگ افغانستان نیست و ما باید قدر خود باورم نباشیم که جهان هر چیزی که گفتن و ما از نقطه نظر دیپلماسی آرام بشیم و بگیم که جنگ افغانستان است و ما از کشور خود دفاع میکنیم. در این شکل است که از افغانستان زن و مرد افغانستان حاضر به ای است که دفاع بکنه، اما دفاع بدون امکانات و دفاعی که به خاطر منافع دیگران ما دفاع بکنیم که توریست‌ها از کشورهای مختلف با امکانات مختلف میان در این منطقه و به خود یک آرامگاه ایجاد میکنن، کار تنها افغانستان نیست. من فکر میکنم که عملکردهای دیروز حکومت ما ضعیف بودن که ما را به یک انزوای کلان سیاسی و اقتصادی امروز بردن و که جهان از امون جنگی که خودشون اعلان کرده بودن که جنگ جنگ بین‌المللی است، توریسم بین‌المللی است، ما باید در افغانستان حکومتشان رو کمک بکنیم، مردم رو کمک بکنیم، ولی اونا تغییر کردن. مسئله تنها مسئله جنگ نیست. اگر در این جنگ آسان بود، پس امریکا پیروز بشد با تمام امکانات تکنولوژی قرن 21 که داشت، وسایل نظامی، تجربه، پیروز میشد. درست. پس به این معنی که جنگ بسیار پیچیده‌تر است که ما فکر میکنیم و نیازمندی به یک امکانات جهانی داره و کشورهای اول قدرت دنیا که داد از دموکراسی و مثلا نظام و مسائل حقوق بشر میدارن، در این مسئله اگر نظامی دخیل نمی باشند، از نقطه نظر استخباراتی باید دخیل باشند، ما را کمک بکنند، از نقطه نظر بالی، از نقطه نظر تجهیزاتی که ما نیازمند هستیم. این خونه میشه با 4 تا کلاشینکوف و پیکا و راکت ما را بگوین برین شما به این مشکل کلان بپردازیم. افغانستان حکومت ما را اگر ما اردوی ما را تحلیل بکنیم، مسائل پلیس ما را و دیبیلی پلیس همین دیمینی، از نقطه نظر مورال همه ما مورال قوی داریم، حاضر هستیم که از وطن خود دفاع بکنیم و مکرمت هم داریم که از وطن خود دفاع بکنیم، اما از نقطه نظر تجهیزات امکانات وسیع امریکا کاری که باید میکرد نکرد. اگر شما تاریخ افغانستان مطالعه کنید، در گذشته روس‌ها و ما شما بسیار کمک از نقطه نظر قوای هوایی ما از سلاح ثقیله و امکانات و مسائل توانمندی بسیار قوی بود و کمک کردن، اما در این 20 سال اخیر ما را بسیار اون اسلحه های بسیار خفیف و بسیار جزیره به ما دادن و نتونستن که اردوی ملی ما را، پلیسی ما را، امنیت ما را امکانات نیازمندی یک نظامی و یا بعد مسائل جنگی داده باشه کمک نکردن. درست. تا حالا که کمک نکردن از دیدگاه شما، پس از این که اونا خروج را انجام میتن از افغانستان، حالا حکومت افغانستان خوشبین است و ما پیشتر هم ذکر کردم رئیس جمهور اعلام کردن که اونا پشتیبانی هایشان را ادامه میتن و از لحاظ تجهیزات ما را کمک میکنن، فکر میکنین که این همه باورها بتونه که به ثمر برسه و آمریکا پس از این که خروج را انجام میتن تمام تجهیزات پیشرفته ای که خودشان استفاده میکرد اونا را به نیروهای نظامی افغانستان بسپارن؟ خوبی تعلق بگیره به مذاکره شان بین پاکستانی ها و طالب ها. اگر با طالب ها و پاکستانی ها یک تفاهم سیاسی امریکا و جامعه جهانی باشه، من فکر نمی کنم که افغانستان کمک بکنن. این را فراموش نکنیم که امریکایی ها با پاکستانی ها سخت نزدیک است و این تفاهم نامه سیاسی که امروز به پیشرفته است بین حکومت و طرفین طالب ها، گرداننده اصلی پاکستان است و پاکستان با امریکایی ها فکر میکنه مذاکره کردن که کمک های کلان باید افغانستان نشه، در بخش نظامی باید کمک نشه، چون افغانستان اگر در بخش نظامی ها کمک شود، خب کسان را هدف قرار میده که منافع پاکستان است. اگر شما توجه کنید به مذاکرات تفاهم سیاسی صلح، پاکستان از همه کشور کرده بیشتر علاقمندی داره، به دلیلی که طالب ها با اونا نزدیک و با قدرت میه. من فکر میکنم این ربط مستقیم با این مذاکره داره و این مذاکره میتونه سرنوشت باشه. اما اگر به نتیجه نرسن با طالب ها و پاکستان که رسیدن متاسفانه، باز میتونه در ارسه ما شما را کمک بساط بکنن و
و از حکومت ما شما بسیار پشتیبانی میکنن، منتها تا جایی که تحلیل و ارزیابی نشان میده اونا با یک تفاهم سیاسی بین پاکستان و منطقه رسیدن. تشکر آقای شنواری، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. شما صحبت های آقای سنگدل را شنیدین، گفتن که وضعیت افغانستان، این که کمک های آمریکا به افغانستان چگونه ادامه پیدا خواهد کرد، بستگی داره به پاکستان. شما پاکستان را چگونه ارزیابی میکنین در این مقطع که آنها موضع‌گیری متفاوت دارند؟ چند روز قبل یک هیئتشان به افغانستان آمدند و حکومت به حکومت افغانستان اطمینان دادند که طالبان به میز مذاکره حاضر میشن در است استانبول و خشونت ها را کاهش میتن و آتش بس هم خواهند کرد. این مسئله چقدر بیانگر از این است که طالبان از پاکستان امر و فرمان میگیره؟ ببینندگان تلویزیون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام ویژه تقدیم میکنم به جناب استاد سانگزی و همچنان به میهمان عزیز شما سنگ دل صاحب. سپاس. ببینین پاکستان هم به تعهد خود یا ساده نیستن، همیشه یا دو بازی را برا انداختن که یکی که آمدن و تعهد سپردن بر علاوه به حکومت افغانستان بلکه به امریکا هم. خب در طول 20 سال، خصوصا در طول 20 سال پاکستان هم تانستن که از خالیگا و از وضعیت افغانستان یا استفاده بکنن و یا هم استفاده مالی بکنن یا هم استفاده سیاسی بکنن. خب در عین وقت طالبا هم در پاکستان مرکز را ایجاد کردن و با تبانی آیسای پاکستان و خود حکومت پاکستان هم یا تا فعلا هم تمویل میشه، تجهیز میشن که بالاخره در سطح منطقه تانستن پاکستان با طالبا هم زمینه سازی بکنند تا که دیگه کمک هارم یا به دست بیارن و یا در مقابل امریکایی و نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان یا قد علم بکنن و یا استوار شوند و قوی شوند. و میبینیم که روز به روز وضعیت افغانستان رو به بیبود نیست بلکه رو به وخامت است. خب پاکستان باز هم دیروز نماینده ویژه پاکستان به افغانستان آمدن و باز هم تعهد کردند که ما گویا طالبان را به میز مذاکره در استانبول ما مجبور می سازیم و یا بشینند. خب این در پشت پرده سناریوی خود داره که پاکستان دو بازی را به پیش ببرند، ای که طالبان را مجلس نمیتن و ای که میخواهند که با واکنشی که رئیس جمهور غنی دو روز قبل گفت که پاکستان یا دشمنی خود با ما اعلان بکنن یا دست دوستی را به ما بتن. درست. خب در عین وقت یا نماینده پاکستان میان در افغانستان و از نزدیک با سیاسون و هم با رئیس جمهور و هم رئیس شورای امنیت یا دیدار میکنن یا در حالی هستن که یا دو بازی را پیش میبرن، هم طالبا را از دست نمیتن و هم امریکایی ها را هم از دست نمیتن و هم میخواه اهدافی که در افغانستان داشته باشه در آینده طالبا چینه و نقش در افغانستان داشته باشه و هم پاکستان هم میخواه که حکومتی باشه در افغانستان که تحت تاثیرشان باشن. و پس فکر میکنین حکومت در این مقطع چه باید بکنه؟ حالا تمرکز پاکستان اگر بر طالبان و آمریکا باشه، حکومت افغانستان را اگر نادیده بگیره، فکر میکنین حکومت چه باید بکنه؟ ببینین حکومت که آخرین حرفشان همی بوده که پاکستان باید دشمنی خود با ما یا اعلان بکنن علنی و یا هم دوستی بکنن. درست. دیگه من فکر نمی کنم که حکومت افغانستان ای یک مدیریت یک درایت داشته باشن یا از لحاظ دیپلماسی بتانن که یا یک رای را پیش بگیرن که یا هم از طالبان حمایت نکنن و هم یا به سطح منطقه و یا من حیث یک همسایه که پاکستان امروز به یک به اصطلاح یک دانه سرطان ای تبدیل شده و در وضعیت افغانستان یا نقش دارن که یا یعنی در بی ثباتی افغانستان نقش دارن پاکستان و یا میخواین که
از ایرا یا نفوذ داشته باشند در افغانستان، در خود ادارات افغانستان. این رقابت ها هستند. ببینین رقابت بین هندوستان و پاکستان است و همچنان رقابتی که فعلا چین با هندوستان دارن و رقابتی که روسیه با چین دارن و همچنان روسیه با امریکایی ها دارن و همچنان نزدیکی کشور روسیه با پاکستان در اواخر و هم ارتباطات حسنه بین کشور چین و روسیه ایر خود نشان میتن که در اینجا یک تعاملات جدید در راه است که در اینجا میخواه که پاکستان در سطح منطقه به نام یک کشوری که یا گویا توریست‌ها را تربیت میکنن و تمویل و تجهیز میکنه یا نامبد هستن و یا میخواین که ایهاده ایسد بکنن و طوری نشان بدن که ما در وضعیت افغانستان نقش مهم داریم و ما هر آنچه را ما بخوایم کرده میتونیم، ولی ظاهرا به امریکایی‌ها هم نشان میتن و همچنان به کشور افغانستان هم اون وسنینیتی که در پشت سر از یک سناریو است ایره نشان میدن. ممنونتان. آقای استانکزای، شما صحبت ها را شنیدین. آقای سنگدل گفتن که حکومت افغانستان عملکرد ضعیف داشته تا اینجای کار و حالا آقای شینواری هم نقد کردن حکومت مدیریت رو، دیپلماسی حکومت افغانستان را. پس از این فکر میکنین چگونه عمل خواهد کرد حکومت افغانستان؟ ما شاهد بودیم که در همین هفته اخیر آقای غنی خیلی واکنش تند نشان داد نظر به پاکستان و پس از واکنش تند هیئت پاکستانی به افغانستان آمد. فکر میکنین که موضعشان بر موضع خود استادگی بکنن و همین طور پرقدرت حرکت بکنن پس از این؟ در نخست بحث هایی که در روی میز میشه اکثرا پیشبینی است و تخیلی هم است. بعضی ها به طور منفی تشریح میکنن، بعضی ها به طور مثبت، ولی در واقعیت امر چنین است که امروز ممالک کمک کننده مخصوصا ایالات متحده امریکا به این عقیده رسیده که قوتهای نظامی افغانستان بعد از خروج تمام نیروهای نظامی می توانند که از خاک و مردم دفاع بکنند. ولی بان هم یک آقای دکتر سبغنی در این مورد چی گفته و درست است که پاکستان دشمن مردم افغانستان بود و است و در آینده هم ممکن است که سیاستهای دوگانی از اونا تا یک اندازی اگر کاهش پیدا کنه، ولی به حالت خود شاید باقی بمانه و این مربوط به سیاست های خارجی دولت افغانستان است. ولی تا جایی که دیده میشه، شنیده میشه، سیاست داخلی و خارجی حکومت افغانستان تا این حال توانسته با سیاست های خود که اعتماد ممالک همسایه را جلب کنه. چگونه اعتماد آقای استانکزای؟ شما اشاره کردین بر پاکستان. پاکستان همواره از سوی حکومت افغانستان دوست خطاب میشه و گاهی هم متهم به لانه امن راس افغانان خوانده میشه و در اواخر مورد نقد و واکنش تند رئیس جمهور قرار گرفت. ما واقعا فکر میکنین که سیاست خارجی درست را دنبال کردیم؟ فشاری که امروز بالای پاکستان است، مخصوصا از جانب ایالات متحده امریکا و کشورهای بزرگ جهان در مورد افغانستان، توانسته تا یک حد این فشارا که پاکستان از طالبات تقریبا از بعض خواستهای از اون روگردان بسازه. ببینین یک وقت امارت اسلامی و حکومت که در موقت در افغانستان یکی از صداهای بلند پاکستان و امو جاسوسا و اجنتایش که در داخل کشور ما امین حکرون موجود است، میشه این صدا بسیار به جهر و بلند گفته میشد، اما امروز چون این صداها نیست. همچنان ما سیاسیون خود میبینیم در این شب و روزها یک تعداد زیادی از سیاسیون ما یا اپوزیسیون مخالف در داخل از حرفای منفی در برابر حکومت اینا به اصطلاح پرهیز کردن و همچنان اجماعی که در راه است، اجماع داخلی و اجماع منطقوی، اجماع جهانی که تقریبا شکل گرفته امروز، ما دیدیم جلسه که در روسیه دایر شد، جلسه که در ترکیه دایر میشه، این تماما دال بریزی است که قضیه افغانستان در آینده یا به شکل از اشکال حل و فصل میشه و در نشست ترکیه یک توفیه برای مردم افغانستان داده میشه و اگر اون نشد تدابیر دیگه هم است. اگر طالبان باز هم به لجاجت کار میگیره، باز هم به جنگ خود ادامه میده،
در او صورت افغانستان توانایی دفاع از خود را دارد و تضمینی که از طرف کشورهای خارجی مخصوصا ایالات متحده امریکا در مورد از این که در آینده با افغانستان کمک های اقتصادی، مالی و سیاسی خود میکنن، مخصوصا کمک های نظامی خود، این دیگه هم مورال عساکر ما را قوی میسازد. آیا تضمین گرفته شده؟ حالا خروج ادامه داره و آغاز شده، قرار است تا 11 سپتامبر تمام نیروها از افغانستان بیرون شوند. فکر میکنین حکومت افغانستان تضمین گرفته باشه از آمریکا، ناتو به خاطر حمایت مالی و حمایت های دوامدارشون؟ من نمیفهم مردم افغانستان اقتدار چرا اینقدر وارخطا هستند با برآمدن قوت های نظامی از اینجا. تا کنون 2400 نفر امریکایی در کدام جبهه جنگ کرده؟ کدام تیاری امریکایی یا پیلوت امریکایی در این چند وقت بمبارد کردن؟ تماما پیلوتای افغانستان است که تربیت شدن و ما امروز سلاح هم داریم. اینطوری نیست که ما سلاح درست نداشته باشیم و عساکر ما با مورال بسیار قوی اینا جنگ میکنن و همچنان از لحاظ تعلیم و تربیت نظامیای ما بیشتر از 40 سال گذشته امروز اینا تجربه خوب دارن. اما شما خود اشاره کردین حالا که تجهیزات و کمک های آمریکا و ناتو ادامه می داشته باشد. رئیس جمهور هم بارها این مسئله را تاکید میکنن که کمک های ادامه می داشته باشد. سوالی است که آیا تضمین گرفته شده؟ آیا آمریکا و ناتو این تضمین را دادن پس از خروجشان از افغانستان اونا کمک هایشان را ادامه می دن یا خیر؟ همین خود یک تضمین است که آمریکایی ها امروز با صراحت میگن، حتی سناتورهای امریکا میگن که باید افغانستان رها نکنیم و اگر افغانستان اونا رها میکنه شما بفهمین که باز 11 سپتامبر شاید تکرار شود و اونا از این احراز دارن، حتی جامعه جهانی از این احراز داره و پاکستان به این خاطر متقاعد به این ساخته و مجبور به این ساختن تا در موضوع افغانستان باید به طوری عمل کنه که دو به شکل درو نباشه و طوری باشه که بتوانه موضوع افغانستان، قضیه افغانستان یک حل سیاسی را به خود بگیره. در غیر از او نمیتونه پاکستان که تا آخر دوام بده به این شرارت خود و تا آخر اینا همو گروه هایی که در داخل پاکستان است فعالیت ها داشته باشن. شما امروز میبینید که در خود پاکستان نهضت های بسیار کلان در اونجا عرض اندام کردن، نهضت پشتون ها، بلوچ ها، ای خود برای از اونها یک در آینده اینا را به مخاطره می اندازه. لحاظا پاکستان امروز مجبور است که با افغانستان دست همکاری بده. از لحاظ اقتصادی هم اونها امروز محتاج هستند و دیگر دنیا نمی خواهد که در افغانستان جنگ باشه، به خاطر از اینکه یک منطقه است که شارگ اقتصادی آسیا جنوب تشکیل می ده. به این لحاظ ما فکر نمی کنم که جنگ به این شدت دیگه ادامه پیدا کنه مثل که امروز ما می بینیم. سپس. اگر امریکایی ها میبرن یعنی به این شدت نخواد باشه که کل ما سراسیمه باشیم و خطا باشیم. درست است، واقعات است. در کشوری که گفته رئیس امنیت ملی که 14 کشور مداخله میکنه، هنوزم ما شکرگزار باشیم که در شهر ما، در بازار ما، در ولایت ما یعنی امنیت نسبی تامین است. تشکر آقای سنگدل. شما صحبت های آقای استانگزی را شنیدین، گفتن که پاکستان مجبور است که پس از این حمایت بکنه از صلح افغانستان و همکاری داشته باشد، چون افغانستان موقعیت استراتژیک داره و مجبوری پاکستان را اعلام کردن و همچنان گفتن که آمریکا به حمایت هایشان از افغانستان ادامه میتن. اما در نخستین روزهایی که آمریکا داره تمام نیروهای خود را از افغانستان بیرون میکنه، پنتاگون گفته است که پس از اینکه تمام نیروهایشان از افغانستان بیرون شد، حمایت های هوایی آمریکا به نیروهای نظامی افغانستان ادامه نخواهد داشت. فکر میکنین که وضعیت چگونه رقم خواهد خورد؟ خب ما فکر میکنم که اگر ما تحلیل میکنیم یا حساب نقد میکنیم به این معنی است که حکومت خود را دوست داریم و احترام میکنیم و دفاع میکنیم منافع حکومت ما، نظام ما، و باید حکومت از این مسائل استفاده بکنند. نگرانی های جامعه جهانی و مردم بی‌طرف در افغانستان از خروج امریکایی ها نیست، از ترس این رهبران تصادفی است که در گذشته با یک دیگر جنگ کردند. شما اگر در بیرون برین یک تحلیل ارزیابی بکنین که نگرانی یک شهروند امروز در افغانستان و حتی دوستایی که در بس با ما شما هستن، اگر از اونا سوال بکنین نگرانی شما چی است؟ نگرانی ما از خروج خارجی ها نیست. نگرانی ما این هست که این رهبرها در گذشته هم بسیار جنگیدن با هم و امروز هم توانمندی جربه یا صحبت سیاسی رو ندارن که با یکدیگر بشینن صحبت بکنن و
و نظام را جور بکنن که جاگوی امروز و فردا و پس فردا باشن. معذره این است، یک مسئله است. و مسئله دوم این که پاکستان مجبوریت در قبال افغانستان نداره، اما مکلفیت های در قبال امریکا برای خود تعیین کرده و از این مکلفیت ها برای منافع پاکستان دفاع میکنه و استفاده میکنه. تا زمانی که منافع این کشور نباشه به طرف نمیاد. تمام عملکردهای این کشور و حتی کشورهای در منطقه به خاطر پروسه صلح افغانستان نبوده، بلکه برای یک تفاهم سیاسی بین کشورهای اول قدرت دنیا بوده. حتی بعض اوقات ایدئولوژی هایشان متفاوت هستند. روسیه و امریکا فعلا تقریبا جنگ غیر مستقیم دارند، اما در مسائل افغانستان به یک نظر رسیدند به خاطر که منافع های خودشان این دخیلتی. یعنی در حقیقت ما در پروسه تفاهم سیاسی فعلی یا پروسه حضور نداریم. یعنی افغان ها به شمول رئیس جمهور حضور ندارند. شما اگر دو سه چهار برخورد اساسی چند روز آینده را تحلیل بکنید، در کدام کشور شما دیدین که نماینده های خاص یک کشور بیاید برای رهبران سیاسی شما را ملاقات بکنند، یا برای بچه همشای مسعود ملاقات بسا بکنند، یا مثلا پدرام برای بکنه، یا ده ها نفر دیگر هست؟ این کدام نظام هست؟ به این معنی است که ما نظام ما زیر سوال رفتم. اگر ما از نقطه نظر دیپلماسی صحبت کنیم، این خلاف تمام مسائل دیپلماسی است. چیزی که در اجنده پیش بینی نشده، فقط خانه خودشان باشن میرن در اعضای ما را کسایی که برای شما منفعتشان مسامت هست ملاقات میگرن. یا به عبارت دیگر، اگر ما در روابط خارجی خود موفق می بودیم، ما در اینجا نمی رسیدیم. سرنوشت ما کدام کشور را شما دیدین که احزاب سیاسی این به طرف خود دعوت میکنن رهبران ما را، رهبران که در قدرت در دولت نیستن؟ پاکستان به جای خود دولت میکنه، ایران به جای خود دولت میکنه، روسیه. یعنی احزاب سیاسی که در قدرت نیستن، مثلا اگر احزاب سیاسی فعالیت باید بکنن، اینا میرن در این کشورها صحبت میکنن. به این معنی است که ما ناکام هستیم. ما فکر میکنم به شیوه که فعلا پیش میره حکومت ما، سیاسیون ما، اگر به این شیوه پیش بریم، ما نمیتونیم که یک دستاورد دراز مدت برای افغانستان داشته باشیم. اما شما صحبت های آقای استانکزی را شنیدین، گفتن که حکومت افغانستان کارایی داشته و مدیریت درست کرده اوضاع را و حالا داره تمامی افغانستان را کنترل میکنه. این که نیروهای بیرونی در افغانستان باشن یا نباشن، هیچ تأخیر یا تغییر در اوضاع افغانستان ایجاد نخواهد شد. خب خدا کنه که همونطور شما، من هم آرزوی دارم جناب استاد استانکزی، شما هم امامی آرزو دارم که کشور ما دچار مصیبت نشه. اگر این چطور باشه، خب خدا کنه، من هم دعا میکنم و خوشحال میشم که میشکل باشه. اما اگر شما علمی و تحلیلی صحبت بکنیم، چند عمل کرد حکومت ما که انجام دادن جایگاه ما را زیر سوال برده. به طور مثال میگم، امریکایی ها با طالبان رفتن صلح کردن، صحبت کردن، بدون اینکه یک نماینده حکومت حضور داشته باشه تفاهم امضا کردن، ما را رها کردن. دو، گفتن ما از افغانستان خروج زمان میشیم که تفاهم سیاسی یا پروسه صلح به نتیجه برسن. در زمان دونالد ترامپ آل آمدن، جو بایدن اعلان کردن که ما بدون شرط و بدون شرایط افغانستان را ترک میکنیم، و حتی به ادبیات گفتن که حکومت صدایش نبرد که این کشور متحد نیست. آیا شما لازم نمیدین که رئیس جمهور ما یا هر یا یک کنفرانس میگیریم که نه، ما اگر متحد نیستیم حال متحد میشیم؟ کس جواب نداد، متوجه هستیم؟ و حتی گفتن که جامعه جهانی به خصوص امریکایی ها نگرانی خود را بیان کردن که افغانستان احتمال زیاد داره که جنگ های داخلی رو بروشن. اکثر کشورها گفتن. بنابراین در اینجا اگر ما توانمندی دیپلماسی ما شما قیمی بود، ما جامعه جهانی قناعت میدادیم که امروز افغانستان اگر در جنگ دخیل است، شما دخیلش ساخته. منافع های مشترک است، منافع های دموکراسی است، حقوق بشر است. مثلا تا زمان میشد که ما اینا را در کنار خود اگر حضوری نمیداشتیم، هم فکر ما بود. امروز فکر سیاسی در این منطقه تغییر کرده. هر کس فکر سیاسی خود داره که مثل که در گذشته نبود. و همین تمام عملکردهای ضعیف و بدون سنجش بود که جایگاه طالبان را در یک موقف خوب قرار داد. حال طالبان تصمیم میگیره که در کدام کنفرانس اشتراک بکنن یا در کدام کنفرانس اشتراک نکنن. متوجه هستید؟ میگم اشتراک نمیکنن. اگر نه، قرار بود که در یک سه چهار روز پیش قبل کنفرانس ببخشید میگم استانبول باید دایر بشه، اما طالبان ما نمیان نامدن. بخوام بعد واخه بگم بسیار مهم است. بنابراین طالبان یک مشروعیت بین‌المللی گرفتن، جایگاه وسیع به خود پیدا کرده. متاسفانه این تمام عمل کرده به این معنی است که ما نه برنامه داشتیم، نه طرح داشتیم، و تنها صلح فرمایشی را میخواستیم. صلح فرمایشی به این معنی است که ما اون صلح را میخواهیم که خودم در قدرت باشم،
امی یک سالی که برای ما وقت دادن که بین خود صحبت بکنید در زمان دونالد ترامپ، حکومت اگر میخواست یا تان میمیداشت باید قناعت بداد هم منطقه را و هم طالبان را و خود قناعت بداد که به یک تفاهم سیاسی میرسیدیم. در وقت ما میگفتیم که ما خود موانا تصمیم گرفتیم. تا جلسه که در استانبول است اهداف تعیین شده که کی در حفاظت باشه، حکومت موقت یا حکومت جمهوری یا پروسولا، همش دیزاین شده فقط این بعضی کسا را دعوت میکنند که بیان به یک تفاهم برسن و قدرت درجه اول سیاسی را متاسفانه به طالب ها بده و پشت سر طالب ها مالدار همه ما شما مستافتا با ما شما روشن است که پاکستان یک رول اساسی را متاسفانه بازی کرده و در این پروسه متاسفانه به نفع پاکستان و طالب ها موفق هم شدن. تشکر. و اکنون هم میان برنامه کوتاه. با ادامه بحث خوش آمدید. آقای شنواری، اگر نشست استانبول قبل از اینکه برگزار شود و برنامه ریزی شده باشد، چیزی که آقای سنگدل با او اشاره کردن، گفتن حکومت برنامه نداشت، طرح نداشت، صلح فرمایشی میخواست و حالا نشستی هم که همه چشم امید به او دوختند، او قبل از همه برنامه ریزی شده است. اگر چنین باشه، فکر میکنین که افغانستان با چه سناریوهای روبرو خواهد شد؟ آیا جنگ های داخلی دیگر در راه است؟ بدون شک ما سیاست خارجی ما بسیار ضعیف بوده که بر علاوه طالبا در سنگرهای خود از لحاظ نظامی یا دستاوردی دارن با وصفی که در اینجا در افغانستان ناتو بود، قطعای امریکایی بودن و برعلاوه از این طالبا تانستن که در منطقه، در فرامنطقه یا یک سیاست را بازی بکنن یا جلب توجه کشورها را بکنن یا از لحاظ سیاسی هم بسترسازی کردن. من تعجب میکنم به بعضی سیاسیونی که یا غیر مسئولانه یا صحبت میکنن و یا میگن که امریکایی باید مسئولانه برن. عجب گپی است. یا مسئولانه یعنی چی؟ یا مسئولانه آمده بودن؟ نه. یا با B52 آمده بودن؟ ببینین با B52 یا میرن. ولی یک نوع تضمین وجود ندارن که بعد از خروج امریکا از افغانستان وضعیت به چی گونه خواهد شدن. زمان که امریکا مسئولانه به افغانستان نیامد و حالا غیر مسئولانه از افغانستان بیرون میشه، حکومت که در زمانش حالا امریکا به افغانستان آمد چی مسئولیت داشت و حالا وقت امریکا میخواد از افغانستان بیرون شود، حکومت چه مسئولیت داره؟ نباید بپرسه 20 سال قبل به خاطر مهار ایراس افغانی در افغانستان آمده بودند، حالا گروه های داعش، القاعده و هزاران گروه دیگر، گروه طالب که ما داریم مذاکره میکنیم، در افغانستان عملات تروریستی را انجام میتن، سرکوب نشدن و آمریکا و دیگر هم پیمانانش افغانستان را ترک میکنن. نباید حکومت بپرسه که برای چی آمده بودین و برای چی رفتین. کار حکومت افغانستان دار استقبال میکنه از خروج نیروها. ببینین وقت استقبال میکنه تا یک وقت خویا مطمئن بودن که ما حکومت ما دوام میکنن و هم ما ای توانایی را هم داریم و امریکا نمی براین. خب بالاخره از 2012 14 و 2017 به این طرف آیسای سعی مخیق پیدا کرد که امریکا آنطور که آمده بودن آنطور بیرون میشن. ببینین در کنفرانس بن هم معامله صورت گرفته و هم چنین وضعیت در کنفرانس دوحه و هم در کنفرانس که در آینده در استانبول دایر میشه هم ممکن بالای سرنوشت مردم افغانستان یک معامله صورت بگیرن. ببینین همه سیاسیونی که فعلا یا داد از دموکراسی میزنن، داد از عظیم میزنن که باید امریکایی‌ها بیرون شوند یا امریکایی‌ها آمدن در افغانستان به ما تامین امنیت نکردن، به ما ادارات مثلا بازسازی نکردن یا مثلا خدمات را اجرا نکردن، امنیت ناوردن، همی سیاسون بودن، همی ها معامله کردن، رفتن در بن یا با هم شیشتن و در اونجا یک توافق امضا کردن، بالاخره زمینه مساعد شد که ناتو امریکا به افغانستان بیاین. ببینین همو سیاسون هستن که نمیال با خروج همی امریکا یا فعلا یا مورال از یا ضعیف هستن یا صحبت های زدی نقیز دارن یا استقرار فکری ندارن. ببینین من در این نقطه که
شما شنیدین از خود جو بایدن که ما نمیخواهیم که در افغانستان دیگر ما بمانیم و جنگ باید در افغانستان باشه و یا هم نیروهای ما در افغانستان بجنگن و از یک طرف هم گفتن که ما به اهداف خود ما رسیدیم. درست. در اینجا اینمی صحبت‌های زیاد ضد نقیص هستن. اینجا سوال پیدا میشه کدام به کدام اهداف شما رسیدین؟ آیا در پشت پرده کدام موضوع دیگر بوده؟ و یا اگر اهداف امی باشه که شما امی تروریست ها و القاعده را سرکوب بسازن و طالب سرکوب بسازن، ای طالب ها از وقت کده هم یا قوی تر شدن، همی القاعده از وقت کده هم قوی تر شدن، مجسر شدن در افغانستان. ما نمی فهمیم که هدف از یا چی است که ما در افغانستان به هدف خود رسیدیم و حال ما بدون قید و شرط می برهیم. تشکر. ببینین امی سیاسون جمع اینمی مردم افغانستان، اینمی ملت بیچاره که از یک طرف صف امارت میگن، از طرف دیگه صف جمهوریت میگن، ولی اساسی یک صف بسیار مهمه که امی هر دو صفه که یا میگن که هم جمهوریت هم امارت ها که با پای ساد میکنه، ستون اساسی ازی است که امی صف ملت هستن که این ملت ها یا فراموش کردن و یا تاکید جمهوریت تاکید به صف جمهوریت میکنه و امارت هم به تاکید به صف امارت میکنن. خب باید یا توجه از یا به صف ملت باشه که این ستون از این دو صفه تشکیل میدن. ممنونتان آقای استانگزای. واقعا فکر میکنین که ملت فراموش شده باشه؟ چیزی که آقای شنواری به او اشاره کرد، حالا جمهوریت و امارت صفهای خودشان را دارن، دنبال منافع خودشان است و ملت فراموش شده. ما به نظریات دو دوست خود احترام دارم، اینا در بعض مسائل واقعیت ها را بیان کردن. درست. مثلا آقای سنگدل صاحب با مسائل بسیار خوبی اشاره کردن. راستی هم که امروز در داخل نظام در امور حکومت کمی و کاستی موجود است، ولی ما امروز وابسته استیم، خودکفا نیستیم. یک تعداد سیاسیونی که در داخل است با بیرون ارتباط دارند و یکی از دلایل عمده از این که در آینده ما تشنج زایی را پیش بینی میکنیم وقت داره، ولی او به این معنا نیست که باز این گروه ها و گروپ ها باز به مانند دهه 90 کلاویست شوند با هم دیگر و مردم از بین ببرن. نه استادت ها دیگر توان ازیر داره که در کو بالا شوند، نه جنرال دوستم، نه احمد و محمود و کلبی مقصود، نه کسایی که میگن ما مقامت سیوم و چهارم رو به وجود میاریم. این مسائل یک چیز تخیلی است. افغانستان به او شکل هم نیست که در او وقت بود، امروز فرق میکنه. رهبرای سیاسی افغانستان هم فرق میکنه. و در قسمت از این که جناب جنرال صاحب گفتن که حکومت مردم فراموش کرده یا طالبا، این درست است که طالبا مردم از قبل با خود نداشتن. طالبا یک بعضی مناطق خرد تحت تهدید دارن، اینطور هم نیست که ولایت ها تحت تسلط از اونا باشن، حتی ولسوالی ها پیش از اونا نیستن، مسائل تهدیدی است. اما حکومت همیشه مشوره کرده با مردم، همین که شورای مشورتی خواسته شدی خود یک رفراندوم است با مردم، همین که ما در ولوسی جرگه در اینجا دو مجلس ما داریم، اینا خود نمایندگان مردم است که اما روزه اینا صحبت میکنن و میشنویم در مطبوعات دیگه. به لحاظ حکومت نخواهد مردم فراموش کرده باشه و اینا به زحم جناب جنرال صاحب که از او نظر شخصی ایشان است، اما در کل اگر ما بگوییم باید از نظام پشتیبانی شوه، صف جمهوریت باید جدا شوه، کسایی که از داخل نظام هم امتیازات میگیرن، هم موتر زری میگیرن، هم 1.5 هزار نفر دارن، هم سرکشی میکنن، اینطور باید نباشه. صف جمهوریت و این مردمی که علیه جمهوریت قیام میکنن یا جمهوریت را تخریب میکنن باید علیحدہ باشه، چون وقت امیر تقاضا میکنه. امروز ما در شرایط بسیار شکننده قرار داریم. از یک سو ما مشت یخن هستیم با دو کشور همسایه، استخبارات کشور همسایه، از طرف دیگه در داخل سیاسیون یک تعداد است و از طرف دیگه قوت های نظامی که از اینجا خارجا میبره تا
طبعا بالای یک تعداد مردم بالای روحیش تاثیر میکنه، مگر این ما برای شما میگم که یک چیزی است که باید تاثیر باشه. افرادی که نقد میکنن مخالف جمهوریت باشن، در حالی که اونا هم واره صدا بلند کردن و گفتن که ما مخالف نظام جمهوریت نیستیم، ما مخالف جمهوریتی هستیم که حالا در حلقه هر بین آقای غنی و دو سه نفر تصمیم گرفته میشه و آقای سنگدل هم پیشتر اشاره کردن که نظام کنونی نتونسته که آنچه باید تصمیم گیری بکنه و آنچه درایتش باشه داشته باشه و رهبران حکومت نتونستن که بحث‌های سیاسی را درست دنبال کنن. خب ما پیشترم خدمت شما عرض کردم که حکومت در خود کمی و کاستی را داره. درست. و در مورد تقرری ها اگر شما مقصدتان باشه یا کسانی که در چهار اطراف هر شما میگین، کسانی که در اون جوانب بزرگایی که تشریف دارن، با شما معلوم است که جوانای سراسر افغانستان امروز در دولت شامل است، مخصوصا در حکومت، در دستگاه حکومت ما جوانان زیادتر میبینیم از ولایات مختلف که با هیچ کسی کدام علایق تنظیمی، حزبی، شخصی، سیاسی، زبانی، نژادی ندارن، اونا بر روی امتحان آمدن. من شخصا بسیاری کسا را میشناسم در وزارت، در وزارت ها و اینا گفته باید ما با همین مسائل باید مطرح نکنیم که حکومت در چتر چهار نفر قرار داره یا چهار نفر در چتر حکومت قرار داره و دیگرها را سهم نمیتن. ما میبینیم بسیار مردم سهم داده، ازبک است، ترکمن است، تاجک است، هزاره است، پشتون است، ایماق است، نورستانی است، تمام نزینا امروز در داخل نظام جابجا شدن. خوبی که یک تعداد تشویش دارن و یا تشویش میکنن مبنی بر اینکه در فلان اداره فلان آدم باید نباشه و عوضش فلان. خوب این حکم رئیس جمهور است، حکم رئیس جمهور به مسابه قانون است، باید تطبیق شود. یک وقت ما یک والی را از یک جایی که می دیدیم که چون والی ها زیر اثر وزارت داخله بودن تعیینشان به شفر تبدیل می شد به یک مکتوب کوچک، اما امروز ما می بینیم که در مقابل فرمان رئیس جمهور مردم می خیزه که ما این را قبول نداریم، این کار درست نیست. واضح شرط و حتما پشت از اینا دستای کسایی است و پشت از اونا دستای ممالک است که همینطور مسائل مطرح می کنند در چنین شرایطی که ما در یک مرحله گذار قرار داریم، ما در یک مرحله بسیار خطیر قرار داریم. یعنی فکر میکنین که همواره متهم افراد بودن که صدا بلند کردن، فکر نمیکنین که رئیس جمهور هم تصمیم گرفته که خلاف پالیسی و خلاف آنچه که در قانون اساسی افغانستان آمده کار کردن؟ مثلا در ما چند ماه قبل شاهد بودیم که وزرات رأی اعتماد گرفتن و رأی رد گرفتن، هنوز هم پس از گذشت چند ماه دیده میشه که وزرایی که رأی اعتماد گرفتن از سوی رئیس جمهور برکنار شدن و وزرایی که رأی اعتماد نگرفتن هنوز هم به عنوان سرپرست وزیران ادامه کار نمیتن. شما ببینین کسایی که در اون وقت رأی اعتماد گرفت از وزرا، ما دیدیم خیانت های از اونها را، اونها را باید پس میکرد. و کسایی را که امروز در مسند قرار دارن باعث سرپرست، از صلاحیت های رئیس جمهور است. یعنی این شرایط در این مقطع اون رو این مسائل اینا یعنی به صلاح میبینن، مطابق قانون باید باشه. شاید در این روزهای نزدیک یک تعداد بفرستن به خاطر رأی گرفتن رأی اعتماد به شورا، اما این به این معنی نیست که رئیس جمهور انحصاری کرده قدرت، یا رئیس جمهور خشخوری میکنه، یا رئیس جمهور کسایی که امتبارش است میاره جمع میکنه. ما از تمام ولایات مردم در داخل حکومت در اینجا امروز مصروف هستن، کار میکنن، اما ما باید چی کنیم؟ همین کمر این نظام رو باید بسته کنیم، شرایط ایجاب میکنه هم کمر نظام رو بسته کنیم، هم پشتیبانی از اردوی خود داشته باشیم. یک اردو در یک مملکت قوت های نظامی ایشان که تا پشتیبانی مردم نداشته باشه اونا شکست میخورن. اون اردو قوی است که پشتیبانی مردم داشته باشه. امروز ما اردوی خود میبینیم که اینا داوطلبانه نه، ما خب مثل سابق وار اردوی ما نیست که بچه های مکتب میگرفتن به زور جلب و ازار کش میکردن، روانش میکردن در ولایات، مردم از سر راه کش میکردن، بچه ها را از سینی مادرشان جدا میکردن، خورد خورد بچه ها را روانش میکردن به زور و به جبر. اما امروز میبینیم که داوطلبانه جوانای ما میره سینی خود از سپر میکنن به خاطر دفاع از این وطن، به خاطر دفاع از این مردم. ما باید کمرشان را بسته کنیم. ما نباید این گپ بزنیم که اردوی ما ضعیف است، ما نباید مورال اردوی نظامی های خود از ضعیف بسازیم. من امروز هم برتون میگم اردوی ما قوی است، اردوی ما قوی خواهد بود و اردوی ما شکست ناپذیر است.
ممنونتان. آقای سنگدل، رئیس جمهور صلاحیت داره که وزیرا را حزب و نسل بکنه، نصب بکنه. حالا آقای استانگزی به این مسئله اشاره کرد. فکر میکنین که پس رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی رفتار میکنه و فضا هم ایدئال باشه؟ خب خاصیت جناب دکتر سبشوانی که دوست نزدیک ما از دوست اجتماعی ما است، البته مسائل سیاسی هم مفکوره نیستیم. اونا دو رقم وزیر دارن. یک وزیر دارن که وزیر خاموش میگن یا وزیر بدون کاریزم. او وزیر دوست داره که به مقابل دکتر سبشوانی حرف نزنه، نشان آن بگه، نشانه بگه و هیچ نوع ابتکار و خلاقیت از خود نداشته باشد. او وزیر میمانه همیشه. اما وزیری که اگر مثل وزیر ارغندیوال باشد که من نزدیک ارغندیوال هم میشناسم، او وزیر جا نداره. او وزیر دلیل میگه ما وزیر هستم، من کار بکنم، صلاحیت دارم، صلاحیتم در قانون اساسی پیش بینی شده و خود حق نداری که منافع ملی رو زیر خطر فردی و چیزی که من انجام بدم. او وزیرها جا نداره. اگر وزیرای خیانت کردن پس چرا محکمه نمیشن؟ و تا زمانی که مطابق مسائل حقوق تخصص من نیست، اما تا جایی که بسیار معلومات کم دارم، تا زمانی که محکمه تایید نکنه یک کس نمیتونه بگه که ما بوی خیانت کرده یا جرم کرده. محکمه است، محکمه فیصله بسا بکنه و اصلا تحقیق بکنه از جو بکنم. هست وزیرهایی که فعلا به جیب خالی آمدن، میلیون ها دلار دارن، اون وزیرها چی میشن؟ بنابراین در اینجا قانون اساسی منافع ملی از همه چیز که مهمتر من نظر گرفته شدم. هر عملکرد رهبر رئیس جمهور که من انجام میدم مطابق قانون اساسی و منافع ملی کشور باید باشم. اما اگر ما ببینیم در افغانستان قانون اساسی فقط یک ایدئولوژی سیاسی شده، هر کس آمده قانون اساسی رو مطابق میل سیاسی خود ایجاد کرده و از او استفاده کرده. در کدام قانون اساسی گرفتن که شما قدرت تقسیم عبدالله و اشغالی بکنید؟ در این جای نگفتن. چرا من استعدادی ندارم که بجای یک وزیر باشم؟ به خاطر که من طرف عبدالله نیستم، من نایب باشم، یا به طور مثال یک وزیر طرف دکتر سرشوانی نیست، نمیتونم. پس به این معنی استعدادهای دیگر که هست، جوانای دیگر که استعداد داره که نه طرف عبدالله است و نه طرف اشرفغنی و نه طرف سیاف و نه طرف گلبدین، این بیچاره چی کنن؟ چون نه طرف نیستن و توانمندی هم دارن، فکر هم دارن و صداقت هم به کشور دارن. پس در اینجا افغانستان بسیار زیاد سیاست زده شده. ضرور نیست که یک پشتون وزیر باشه یا یک تاجیک باشه یا ازبک باشه. هر کس که توانمندی داره باشه اصلا که خدمت کنه به پشتون هم، به تاجک هم، به هزاران، به ازبک، به همگی. اما در افغانستان بسیار زیاد همه ما سیاسی قومی فکر میکنیم، سیاسی گروهی فکر میکنیم و هیچ وقت نتوانستیم که از استعدادهای کشور در گرد خود جمع بکنیم و از توانمندی های فکری از اونا برای نظام ساختن استفاده بکنیم. ببینی یک کشور 20 سال است حال نظام ما درست نیست، ما تا الان به کمک های جامعه بین‌المللی به ساخت نیازمند هستیم. به این دلیل، به این معنی است که در 20 سال ما کار نکردیم. یک نفر میره 3 سال پنتون، 4 سال پنتون میخونه، میگه می روشن فکر است. پس 20 سال ما عملی کار کردیم، روز هم دست ما دراز به جامعه جانی. ما نتونستیم که وزارت مالی خود درست مدیریت بکنیم یا وزارت معدن خود خوب مدیریت بسا بکنیم یا سیستم مالیات خود درست بسا بسازیم یا رهبرانی که پول افغانستان رو دزدی کردن اونها رو قرار بدن که حداقل اون پول خود مالیه بدن، هم دزدی کردن هم مالیه نمیدن. پس به این معنا است که تمام عملکردهایی که حکومت از 20 سال تا به امروز انجام داده اوقدر موثر نبودن. اگر موثر می بود شاید امروز نتیجه میداد. مگر شما زمان یک رهبر را بشناسین و در تاریخ به نام نیک از او شما یاد بکنین که زندگی شهروندان امروزش آرام باشه. اگر از من بنویس یک معلم، بنویس یک استاد، بنویس یک فرزند نظامی پرسان کنین که در افغانستان شما قهرمان دارین، من میگم قهرمان نداریم. کدام قهرمان داریم؟ اگر شما بگین قاضی داریم، من میگم نداریم. اگر می داشتیم ما دچار مصیبت امروز نمیشتیم. تمام عملکردهای این قهرمانها و قاضی‌ها و رهبران دیروز سبب نتیجه امروز است و تمام عملکردهای نتیجه امروز کار ما سبب فردا است. پس به این معنی است اگر من امروز دچار مصیبت اقتصادی هستم، اجتماعی هستم، سیاسی هستم، دیروز کار نشده. و اگر فردا فرزندان ما نارام می باشه به این معنی است که ما امروز کار نکردیم. بنابراین در افغانستان متاسفانه هر کسی که در قدرت به دستش آمده بسیار کوچک فکر کردن و این کوچک فکر کردنشون سبب این شده که ما قوت ما به ضعف تبدیل شده. وقتی که قوت ما به ضعف تبدیل شده کشورهای همسایه پاکستان، هند، ایران همه از ما استفاده کردن و ما یک ملت نشدیم. تا زمانی که یک ملت نشیم، یک اراده نداشته باشیم و یک هدف نداشته باشیم، ما نمیتونیم که به طرف
یک ملت شدن مسابره و این همه عمل کرداش کسی که در رأس قرار دارد به او تعلق میگیره که چطور نظم سیاسی را ایجاد بکنه، نظم اقتصادی را ایجاد بسا بکنه، نظم اجتماعی را ایجاد بسا بکنه و ما استاد به طرف یک شهروندی بسا بریم. مال خوش ما بینید و تقسیم شده باید 25 صد یک اقوام باشه، 25 صد دیگه باشه، 30 صد دیگه باشه، 50 دیگه باشه. در هیچ روی دنیا به این شکل نیست، بخصوص در قرن 21 امروز. تشکر. ما احساس میکنم که ما یک مبینیسی میگن leadership crisis، یک مشکل رهبریت در افغانستان داریم. تا زمانی که این مشکل ایجاد نشه و گاندی ها و یا نیلسون ماندلا و یا چی های افغانی ایجاد نشه که منافع ملی را مد نظر بگیرن، ما شما نمیتونیم که افتخار بکنیم بالای تاریخ و افتخار بالای عمل کرده زنا و افتخار بکنیم که ما کار کردیم. افتخار کسی کنه که مصیبت دیروز به خوشبختی امروز تبدیل بکنه. اما که ما روز پیش میریم متاسفانه مصیبت های ما زیاد میشه، فقر ما زیاد میشه، بیچارگی ما زیاد میشه. و باید فراموش نکنین که همیشه ما گفتیم نظام فرق میکنه تا چند نفری که در قدرت هست. از نظام همه ما مکلف هستیم که منافع نظام دفاع بکنیم و او را رشد بدیم، اما نه کسایی که برای نظام کار نکرده و نظام نمیتونه حفظ بکنه. سپاسگزارتان. آقای شنواری، در جنبنده میخوایم از شما بپرسم، حالا حکومت افغانستان، آقای استانکزی هم اشاره کردن و شما و آقای سنگدل هم کمی کاستی خودش داره، با همین وضعیت ما در مقطعی حساس قرار گرفتیم، قرار است پس از این در نشست ترکیه بریم. حالا آقای ضیا سراج گفتن که در افغانستان 14 کشور است که داعش را حمایت کردن و افراد مرتبط به 14 کشور در افغانستان بازداشت شده که از جمع گروه داعش است. فکر میکنید در این مقطع حالا چه کار میتونه که اوضاع امنیتی افغانستان را درست بسازه، بهتر بسازه؟ آقای سراج گفتن که قرار است حکومت افغانستان با تمامی کشورها به میز مذاکره بره و از طریق گفتمان بر مسئله بپردازن. آیا ممکن است؟ ببینید جناب استاد یک موضوع بسیار مهم اشاره کردن که ما تا فعلا خودکفا نیستیم. بله، کسی که نان میته فرمان میته، درست، و هر آنچه که بخواین به هر شکل که بخواین در هر تشکلاتی که بخواین یا در اونجا میتونن که یا استفاده بکنن و یا به هدف خود برسن، چرا که ما خود کفا نیستیم. ببینین اگر وضعیت چنین باشه، یا جناب استادم اشاره کرد که گویا یک اجماع ملی داخلی شکل گرفته، خب ما موافق نیستم، به خاطر از این اگر شکل گرفته باشه یک شکل نمایشی است، نه یک شکل بنیادی که یا یک واحد باشن و یا برن و یا در کنفرانس هایی که در پیش روی هستن یا از یک موضوع قاطع یا دفاع بکنن و یا بخواین که گویا ما مدافعین جمهوریت هستیم. من فکر نمی کنم که چنین شوه، و اگر وضعیت به شکلی که هست دوام بکنن و یا هم ما منتظر ازی باشیم که گویا تا چی وقت باز سفرهای غیر مترقبه وزیر خارجه امریکا صورت بگیره یا از حقایق خلیزاد صورت میگیره در افغانستان باش، یعنی همین دو مداخله که وجود داشت در بعد از انتخابات که یکی جانکری آمد، یک حکومت در پینجا را برای ما ساختن و بعد از هم یک تعاملات یک توافق صورت گرفته که تا فعلا هم جناب استاد هم اشاره کردن و جناب سنگدل صاحب هم که وزارت ها سرپرست هستن، خب تا حدود صلاحیت دارن خود آقای غنی، ولی در بعض موارد محدودیت ها هستن. ببینین بیش از 120 فرامین تقنینی غیر قانونی را آقای غنی امضا کردن و بیش از 66 موارد سلیقوی و شخصی و سوء استفاده کرده. این در آرشیف هست، ای در تاریخ نوشته میشن که ما در افغانستان مسئولین بی کفایت داشتیم، مسئولین بی پروا داشتیم، مسئولین قومگرا داشتیم، مسئولین داشتیم که وا مفسد بودن یا حکمت کردن در زمان حکمت ازی 200 هزار مردم ملکی و نظامی جانای شیرین خود از دست دادن و کشور را به بحران بردن و نتانستن که طوری که لازم بودن، طوری که ایجاب می نمود که با کشورهای همسایه یا تعاملات داشته باشن، تشکر، یا قرارداد داشته باشن یا دیپلماسی خاص داشته باشن، این در تاریخ درج میشن.
ای مثل سایرین خائنینی که یا خیانت کردن افغانستان درج تاریخ هستن یا در اینجا درج میشن و اگر در سیاست خودیا تغییر بیارن یا از یک موضوع دفاع بکنن یا اتفاق داشته باشن واقعا یا یک اجماع سیاسی را تشکیل بتن و یا برن در میز مذاکره ببینن جانب مقابل از یا میفهمن که یا اجماع سیاسی ندارن یا اتفاق ندارن یا یک واحد نیستن بالاخره هر خواسته که طالب بخواین هر خواسته که کشور خارج بخواین یا لبیک میگن. سپاسگزارتان آقای استانکزی. در جنبندی در گذشته تنها پاکستان متهم به ایراس افغانی در افغانستان بود، حالا 14 کشور، فکر میکنین ضعف در کی است، حکومت یا کس دیگر؟ خیلی کوتاه من فکر میکنم ضعف در کسی است که اعلام میکنه که 14 کشور در اینجا مداخله میکنه. این مانع ازیره نداره که 75 نفر از 14 کشور گرفت و رئیس امنیت ملی اعلام میکنه که از 14 کشور است. اول باید تثبیت شوی کشورها. ما فکر میکنم کسانی که از نایجیریا و از عربستان و از عراق و از سوریه و از چچنه و از فلان است، او رو حکومت هایشان فکر نمی کنم که روان کرده باشن. یه خود در گذشته با مجاهدین هم این مردم بودن، اما کسایی که در اون ممالک بودن می آمدن، اما با این شکل اعلامی از این در معذر ملت که 14 کشور است، اینطور اعلان ها اصلا از آن مردم باز مخشوش می سازه و دیت یک حالت. و دومی که یک چیز دیگر خدمت شما بگم، زمانی که یک جرم واقع میشه، زمانی که خیانت میشه، هر چیزی میکشه، او را نباید با دوش یک نفر پردیم. درست است در حکومت بسیار مردم شریک است، در دولت بسیار مردم شریک است، هر کس میفهمه که چقدر گناه داره و مطابق از او جزایش داده شده تالی که ما میبینیم. ممنونتان آقای سنگدل. خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین، در همین وضعیت نابسامان و روبه و خامت که افغانستان داره، فکر میکنین تصمیم درست چه خواهد بود برای بهتر شدن اوضاع امنیتی و اینکه افغانستان کاملا امن داشته باشیم؟ پیش از اینکه ناوقت شود، یک اجماع ملی واقعی نیازمند هستیم که تمام رهبرانی که با خود در گذشته جنگیدن، نظام ها را پاشیدن، یک جا شوند و بالا یک نظام فکر بکنند که جوابگوی خودشان و فرزندانشان باشد. در غیر از او به این رقم پاشیده ملامت بکنی پاکستان، ایران، امریکا را، ما فکر میکنم ملامتی در جوال بالای خودمون، خود را اصلاح بکنیم، ما مگه اصلاح میشه. تشکر آقای دکتر جاوید سنگدل، پروفسور رهبریت، جنرال صادق شینواری، آگاه نظامی و آقای عزیز استانکزی، فعال سیاسی، از حضورتان در برنامه. بیننده های عزیز سپاسگزارم که تا این دم با ما همراه بودید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.